بیشتر از هر زمان دیگر بحث صلح افغانستان جدیتر مطرح می شود. طالبان و ایالات متحده آمریکا در مذاکرات پشت درهای بسته به توافقهای رسیدند. اما حکومت افغانستان، گروه های سیاسی دیگر کشور از این بحث ها نسبتاً دور ماندن. به دورنمای گفتگوهای صلح چقدر می توان خوشبین بود؟ آیا افغانستان گام به پیش می گذارد یا به عقب؟ مهمان من امروز برای این بحث دکتر زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان است. دکتر صاحب، دوباره به برنامه خوش آمدین. سلامت باشین، تشکر از دعوتتان. وقتتان در کابل خوش میگذره یا در دوحه؟ همیشه در کابل بهتر است. چرا دوحه؟ دوحه خب تناور مذاکرات میریم و با مذاکرات با اشخاص که قدر خوب نمیشناخته میشانه و حالا در شناخت یک دیگه چند روز را تیر کردیم. اما کابل خو یک شهر است که من بسیار وقتهای خوبی را در اینجا تیر کردیم. به مکتب رفتیم اینجا و دوستای بسیار زیاد دارم، فامیل دارم در اینجا. خب کابل فرق داره دوان. اما در دوحه در یه آخر شما پیشرفتهای دارین که او پیشرفت ها در کابل کمتر محسوس میشه. بله. خب دو اخو کار است. درست. و نگاه کار برای سال هر جایی که باشه میرم. نه تنها به دوحه رفتیم بلکه به ماسکو رفتیم، به دیلی رفتیم، چند دفعه اسلام آباد رفتیم، بیژنگ رفتیم، اروپا رفتیم. او سال قدر مهم است به فکر من که به هر جای میارزه که آدم بره تا این جنگ 40 ساله ختم شوه. و از او خاطر وقتی که طالبا فیصله کردن که دوحه ببینیم، ما نگفتیم بیاین به یک شهر دیگر، رفتیم به دوحه دیدن. چون چیزی که مهم است، سال مهم است، جایش هر جایی که کار بده باید برش آماده باشیم که بریم. بسیار خوب. در این سفرتان به خاطر رسیدن به صلح افغانستان چقدر پیشرفت کردیم؟ در کجای سفر هستیم؟ یکی خو باید گفت یک قدم بسیار خوبی که گرفته شده که من از او راضی هستم که پیشرفت خوب در یک اجماع بین المللی اروپا و چین و روسیه و امریکا صورت گرفته. چرا موضوع افغانستان پیچیدگی زیاد داره، مسائل داخلی است، طبعاً مسائل منطقوی است و حتی مسائل چون قوای امریکا و ناتو هم اینجاست، یک جنبه بین‌المللی هم داره. در قسمت اول خو گفتم که تقریبا یک اجماع صورت گرفته. در قسمت منطقه پیچیدگی های هنوز هم هست، هنوز به یک اجماع منطقوی نرسیدیم. کدام طرف منطقه؟ خب ما چند روز بعد به هند خواهد برم. ممکن نانگرانی های داشته باشند در این باره که میخوایم باشان بحث بکنم در بارش و اطمینان بدیم که ما که افغانستان را میخواهیم از نقطه نظر امریکا هم صحبت میکنم که برای هیچ کس در خطر نباشه از او تو یک افغانستان و بتانه یک جایی باشه که همه همکاری کرده بتانن و با صلح در افغانستان دروازه همکاری منطقوی هم باز شود. به شمول ایران؟ ایران بدبختانه نظر به شرایط فعلی سفر برای ما امکان نداره، اما مسئله است که به ایران ربط پیدا میکنه که به ایران هم این پیغام است بدون ازی که سفر کنیم که ما پلان ازی را نداریم یا امریکا نمیخواه که از افغانستان یک کشوری در آینده ساخته شد که به ضد ایران باشه. و همچنان مشکلات در خلیج هم هست، در رقابت هایی که بین قطر و ابوظبی و سعودی عربیه و عربستان سعودی وجود داره که هنوز به اجماع در اون قسمت نرسیدیم و سرش کار کرده رئیسیم. ممکنی توافق که ما کردیم با روسیه و چین ممد از این شوه که با همکاری سه کشور کلان و با همکاری اروپا بتوانیم کشورهای منطقه را هم تشویق کنیم که در اجماع با ما شریک شوند. بسیار خوب. در بخش اجماع، در بخش مسائل مذاکرات مستقیم با طالبان چقدر پیشرفت شده؟
با طالبا در بحث بین امریکا و طالبا یک مقدار پیشرفت صورت گرفته. ما چهار موضوع را سرش بحث یک چارچوب با اونا بحث میکنیم. موضوع اول موضوع عزیز که شکست رابطه طالبا با تروریسم بین‌المللی است. بله. است. کی را قبول کردن. این پیشرفت است از نقطه نظر ما، چون یک رابطه تاریخی و پیچیده طالبا با خصوصا القاعده داشت. بله. چی تضمین دادن براتون؟ خب اگر سر تمام مسائلی که به اون مسئله ربط داره وقت زیاد میگیره، ما اون مسئله ختم هم نشده، پیشرفت صورت گرفته، هنوز تکمیل نشده. اما من خوشبین هستم که تکمیل میشه، که ما قانع شویم، یعنی امریکا، وقتی که حال ما میگم که طالبا حاضر هستن که ما را در این قسمت اطمینان بدن، و اونا میدانن که هر چیز دیگه که ما با اونا موافقه میکنیم سرش موضوعات سه چیز دیگه که اخراج قوای بین‌المللی است، تقسیم اوقات برازو و مسئله دیگه بحث های بین الافغانی و مذاکره بین حکومت افغانستان و دیگه افغان ها و طالب هاست برای یک پلان سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان و یک اوربند یا آتش بست کلی. بله. یا اما به یک دیگه ربط دارن، و ما گفتیم سر هیچ چیز موافقه نمیشه تا سر کلی چیز موافقه نشه. در قسمت خروج قوام بحث ما شروع کردیم، اما کوشش ما در چند هفته گذشته بوده که می بحث بین الافغانی که قدم اول به طرف رفتن به مذاکره برای آینده شد، و در این پیشرفت لازم تا هنوز صورت نگرفته. یک کمی پیشرفت صورت گرفت، اما او پیشرفتی که ما میخواستم تا هنوز صورت نگرفته. با او برمیگردیم. اما در دو مسئله که مربوط امریکا و طالب میشه، به گفته شما بحث خروج نیروهای امریکایی و مبارزه با تروریسم، آیا طالبا اطمینان داره بر امریکا که با تمام گروه های تروریستی قطع رابطه میکنه، و این گروه های تروریستی کدام ها هستن؟ خب طالبا این را گفتن در اراضی که زیر کنترلشان فعلا هست. بله. هیچ به هیچ گروپ تروریست بین المللی اجازه نمیتن که، یا به هیچ گروپ اجازه نمیتن که از او اراضی ضد امریکا، به ضد کشورهای دوست امریکا و به ضد هیچ کشور دیگه استفاده نشوه. و در برابرشون می جنگن؟ و اجازه نمیدن، و اگه اونا در اینجا باشن اونا میکشن از اینجا که تا ضرورت به استفاده از زورم و کمک باشه. امریکا نیست از این که ما اونا با هم همکاری کنیم در این قسمت، داره به یک موافقه نرسیدیم. اما اونا این مسئولیت گرفتن در عراضی که زیر کنترلشان است، نه درست. تمام افغانستان، چون یک گروپ هستن. بله. افغانستان نیستن. اما وقتی که به اساس یک تفاهم موافقه بین افغان ها، اگر اونا جز حکومت آینده افغانستان بعد از صلح میشن، که این سیاست در رو وقت تعقیب میکنن. باید بیر بگویم که ممکن باز اطلاع نداشته باشن که ما در عین زمان که طالب در این بار موضوع صحبت میکنیم، با حکومت هم یک گروپ کار داریم که رهبری سفیر ما در اینجا آقای بس به موافقه به بس هستن که به موافقه برسن، و بعد دیگه کل افغان ها به یک موافقه کلی در باره آینده رسیدن، این دو موافقه یک جای شود و به نمایندگی از کل افغانستان باز این کار تکمیل شود. همچنان در باره قوای خارج نگران هستن که نگذارن خاک افغانستان به زده امریکا و کشورهای دیگه استفاده شود، با وجود که یک پیمان امنیتی وجود خب برای آینده میگیم نه، که حالا خب ما امریکا خودش در اینجا است و قدم های عملی با همکاری با قوای افغان میگیره در مقابل تروریست ها. اما ما وقت در باره وقت صحبت میکنیم که بعد از خروج قوای بین المللی به شمول قوای امریکا از افغانستان باشه. در رابطه با خروج، به پیشرفت شما در کدام عرصه است؟ امریکا در چند سال مبرایه؟ بعضی گزارش ها است که طالبان میخواست نیروهای امریکایی و خارجی کمتر از یک سال خاک افغانستان را ترک کنند. تاکید شما به بیشتر از 3 سال بوده. آیا این گزارش ها دقیق است؟ خب من نمیخوام در این باره چیز زیاد بگویم فعلا، چون ما در بحث با حکومت هم هستیم در این قسمت، و این خب
یکی خب بس با طالبا و با حکومت فعلی است که معذر هستیم درباره از این موضوع. اگر قانع شیم از این که از افغانستان به امریکا خطر متوجه نمی باشه و افغان ها بخواین که امریکا قواهش از افغانستان برای باوجودی که ما می خواهیم یک رابطه دوستانه دوامدار که افغانستان داشته باشیم در آینده هم بعد از خروج که یک تقسیم اوقات برآمدن قوا را بتیم، اما هنوز دقیق سر از اینکه تقسیم اوقات چقدر وقت می باشه با تمام مسائل دیگه که رب داشته می باشه، مثلا نمی دانیم که چقدر وقت خواد گرفت تا حکومت به اساس موافقه کلی ختم جنگ شد و میشه با حکومت جدیدی که مثلا اگر بیاد رای موافقه چطور جای به جای میشه، چطور میتونه که کنترل اوضاع را بگیره. این مسائل پیچیدگی داره و چه وقت آتش بست کلی عملی میشه. ما خود در جستجوی یک صلح هستیم، در جستجوی یک حل سیاسی هستیم، نه در جستجوی برآمدن. ما صلح را میخواییم که امکان برآمدن بته. اما طالبا خواستار بیرون شدن نیروهای آمریکایی پیش از موافقه است. نه، این گپ درست نیست به فکر من. اونا طرفدار به دست آوردن به فکر من یک تقسیم اوقات هستند که امریکا در تقسیم اوقات معین حاضر است قبول کنه که برای، و ما میگیم که ما حاضر هستیم برای به شرطی که این شرایط دیگه جا به جای باشه. اما از دید طالبا هر چه زودتر بهتر. طبعا از دید شما هر چه دیرتر بهتر. من نمیفهم که ایره گفته بودن که دیرتر بهتر. ما میگیم که مثل که بودن ما به شرایط ربط داره، برآمدن امریکا هم به شرایط ربط داشته باشه. اگر شرایط زودتر جای به جا شوه، ما پافشاری نمیگیم که میخواهیم برای همیشه در افغانستان بمانیم. ایش به شرط ربط داره و این حوصله را واشنگتن هم داره. واشنگتن خب از یک نوع به حوصله است که تمن میخواهی مصرفی که در افغانستان میشه، خطراتی که متوجه قواش در افغانستان است هرچی زودتر ختم شوه، اما مسئولیت هم واشنگتن داره که میخواهی که مسئولانه این کار ختم شوه و یک میراث خوب در افغانستان از امریکا بمانه. ما از تجربه اتحاد شوروی هم یاد گرفتیم که دیدن یک برآمدنی که در او وقت صورت گرفت، بعد از او چی وقایع بده در افغانستان صورت گرفت، بازا ممکن تجربه مستقیمش داشته باشند و ما چیز نمیخوایم خدا نخواسته تکرار شود. و از او خاطر پافشاری ما ایست که ای چهار چیز باید صورت بگیره در وقتی که قوای امریکا را موجودیتش به اون مسائل ربط داره. و آیا شما در دو بخشی که مربوط امریکا و طالب میشه به مرحله امضا رسیدین؟ نه. آیا این بالاتر از 70-80% پیشرفت صورت گرفته؟ خب این مسائل فیصدی بسیار مشکل است که گفت، اما همقدر میخوایم بگویم که پیشرفت خوب صورت گرفته. بسیار خوب. سفیر صاحب، شما دفعه قبل که کابل آمدن از حکومت و سیاسیون انتقاد کردن که در 6 ماه کارتان اینا نتونستن یک تیم را آماده بسازن. پس از رفتن شما یک تیم دورودرازی آماده شد، اما ظاهرا قطر و طالبا موافقه نکردن که با این تیم ببینن. چرا؟ چی شد؟ خب چون اکثر کسایی که کلانای افغانستان هستن دوستای من هستن، اگه وقت به افسرگی همراهشان میکنم با سر رفیقا و دوستا، و طبعا وقتی که اوزار آدم میبینه، ما مجلس داشتم با برادرایی که از هلمند بله مارش شروع کردن و قصای از اونا رو آدم گوش میکنه و باز میبینه که کلانا که چقدر بتی باز وقت قدم ها گرفته میشه، خوش نمیخوره سر آدم. و ما میگان وقت همون خوش نبودن خود بدونی که بدون شک به احترامی کنم به کسی میگم، یکی از عادت هایم است که شما حتما در سالهای قدیم در جریان هستید. اما درباره مجلس دوحه باید گفت که
خب مشکلات آمد ما پیشرفت هم شد. اول پیشرفتشی بود که طالبا قبول کردن که با حکومت اعضای بالا رتبهش میبینن بخش از هیئت باشن مجلس را کنن، این مثبت بود. یک لیست بسیار کلان بود، 150 نفر. خب با سر زوام اقلا موافقه سر یک لیست شد که از اون میشه در آینده استفاده شوه از اون لیست. و حتی پلان های هم بود که مثلا خود ملا برادر دعوت کنه کل رب نانشه و مثلا در اونا گفتم که محفل عروسی نیست. خب اما دعوت هم بود، مثلاش اگه میمانی بود دیگه. بعد قدم های دیگه هم صورت گرفت در تماس هایی که به وجود آمد. چرا نشد؟ سفیشتیم خوب در دخی نوات چرا این جلسه کنسل شد؟ خب نمیفهم که خوب است برای من که کل حقایقش را تشریح کنم در اینجا. ممکن سبب شخصاً کسایی که از هلمند تا کابل و بخشای دیگه افغانستان میگن یک چیزی که باید دکتر نکنه ایست که مریض مریضتر نسازه. و اگر وضعیت ما قدر خراب است خوب است برای ما بگوید. اما چیز هست، ضرورت به این نیست که زیاد ترش رفسره کنم به فکر من، غیر از این که خب باز اشتباهات شد از جوانب مختلف به شمول کابل؟ خود جوانب مختلف گفتم و و و و انشاءالله از او باید استفاده شود، درس یاد گرفته شود که چطور دفعه دیگه بهتر شود. از او که شما و وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی که با رئیس جمهور غنی داشت، شما هم در دو سه روز گذشته در مسکو با همتاهای روسی و چینایی تان توافق کردین که جلسه دوباره در دوحه برگزار شود. چرا دوباره در دوحه؟ خب طبعا فیصله کل اطراف مختلف است، اما ما فکر میکنیم که چون دوحه کوشش کرد در این باره و اعلان هم شد و در مجلس که برادرها از اینجا امرای خواز خورا که طالبا در چیز داشتن در ماسکو هم گفتن مجلس دیگه ما در دوحه صورت میگیره، خوب نیست که به عزتی از اونا شوک با نظر به مشکلاتی که آمد که بگیم که در دوحه نی. معنیش نیست که همه مجالس آینده در دوحه صورت بگیره. میفهمیم که ازبکستان علاقه داره که میزبان باشه، ناروی علاقه داره میزبان باشه، آلمان علاقه داره میزبان باشه، اندونزیا علاقه داره میزبان باشه. نام خدا تعداد کشورهایی که میخواین میزبان مجلس صلح افغانستان باشن زیاد است و این هم یک و تعداد کسایی که علاقه دارن شرکت کنن بسیار زیاد. خود 250 دیدین که به خلاف مسئله لیست 400 بود. خب خیر بهرحال این حقایق نگفته بودید بهرحال خب باشه، چرا نه، یا یک قدم مثبت است که همه علاقه دارن در مجلس صلح اشتراک کنن و افغان ها با یک دیگه بشینن صحبت کنن از دردهای خود، از خواهشات خود، از خنده و گریان و نماز و دعا و هر چیزی که هر قدر تعداد کلانتر باشه برادرها خواهرها، چرا نه؟ درست. اما اجماع سر از این است که دوباره در دوحه برگزار شوه؟ نه ایفهم که اجماع است، یعنی از مری گفته نمیتونم، اما نقطه نظر کشورهای سیگانه را بدمینان گفته میتونم. شما در اعلامیه خودی را ذکر کردیم دیگه، هر کس برای مونده خود باید صحبت کنه. اما من شخصا هم به این فکر هستم که خوب نیست که چیز شوه، یک تحقیر شوه یک مملکت که علاقه نشان داده. خب اگر در طرز کارشون بیبودی صورت بگیره، ما همین ما میتونیم در طرز کار خود تغییر بیاریم، بهتر بسازیمش. و همیشه همین ما باید قبول کنیم که میتونیم از چیزی که میکنیم حتی بهتر کار کنیم. بسیار خوب آقای سفیر، طالبان عملیات بهاریشان را اعلام کردن. بله که اشتباه بود. چرا شما نتونستین در مذاکرات به گفته خودتان ماراتونیتان با اونا یا به یک نتیجه برسن که حداقل امسال به خاطر سال جنگ بهاری به این شکل اعلام شدهش شروع نشه؟ خب اول باید بگیم که باید بسیار یک قدم مثبت کسایی که طرفدار سال هستن ببینن که برای اولین بار در 18-19 سالی که جنگ فعلا دوام داشته، سازمان ملل متحد
شورای امنیت تقبیح کردی کار طالبان را. هیچ وقت در گذشته این کار صورت نگرفته بودی. خب هر بهار بدبختی می آید در افغانستان و یکی از نتیجه مثبت کوشش‌های ما در آوردن صلح در افغانستان بود که یعنی دنیا را که اجماع میگم تقریبا بین ملی آمده، غیر که در منطقه ما باز مشکلات هست، اما به سر کل میبینی اگه اجماع آمده یک تأثیر شمی بود و طالبا دارن از نگاه بین ملی در حالی که پیشرفت داشتن میکردن با شیشتن با ما و با بحثای دیگه قیمت پرداختن با این کار که اشتباه بود. ما در بس در این باره با اونا بودیم که کار صورت نگیره. خب اونا از خود بهانه‌ای دارن که من قبول نمی کنم که حکومت اول اعلان کرد چیزی را از این طرف، اما ما در جستجوی عزیزیم که چطور جنگ کم کنیم. اگر آتش بست کلی صورت نمی گیره، چطور آتش بست محدود از نگاه زمان و اگر کلی و دائمی که باشه خب بهترین کار است، اما عملی نیست از نقطه نظر از اونها میشه سرش بحث کرد. ما در جستجوی ازی هنوز هم هستیم و چیز نامید نیستیم که چیز نخواهد شد. و کشتار مردم افغانستان به شکل روزمره نمیتونه جلو گفتگوهای شما را با طالبا بگیره. خوب آیا اگر ما گفتگو نکنیم با طالب، اگر من به این نتیجه برسم که کشتار بس میشه اگر ما باشان صحبت نکنیم، از امروز اعلان میکنم که کسیشان صحبت نمیکنم از این بابا. اما من فکر میکنم که برای بس شدن ختم کشتار ضرورت با بحث است، ضرورت با صحبت است، ضرورت با مذاکره است و بسیارش قید و شرط آن مادم به این مذاکرات نگذاره و بس هر چی زودتر صحبت با بین افغان ها شروع شوه و همچنان مذاکره زود شروع شوه. شما با ملا برادر دیدین؟ بله، من یک آدم وطن دوست یافته میشه، ایره میگم یک آدمی که به حسابی گپ میزنه. من با نظریاتش با من نظریاتشون طبعا موافق نیستم، اما من ایرام نمیم که آدم نیست که با او نمیشه به یک موافقه رسید. طبعا بازم میگم که نظریات از اون نظریات در مسائل مهم فاصله زیاد داره، اما باید افغان ها کل مشوری میز که با در نظرش حقیقت از این که نظریات مختلف از ارزش ها مختلف از چیز میشه در چارچوب بایست شهروند، بایست گروپ های سیاسی به یک موافقه رسید که رقابت های مفکوروی و سیاسی بله، اما استفاده از زور برای حل از اونا نه. شما این تجربه 40 ساله نشان میده که او یک فرمول ناکام است. آیا یک کسی که در پاکستان زندگی کنه، گرچند سالهای اخیر در بازداشت بود و فرد شماره دوی طالب باشه و به اساس گزارش سازمان ملل سالانه 10,000 غیر نظامی در افغانستان در جنگ ها کشته و زخمی شوند که بیشترش حدود 70% مردم طالب است، ببخشید مربوط حملات طالب است، چطور میتونن وطن دوست بگوین؟ خب بدبختانه که اقتداد زیاد کسایی هستند که تعدادشان زیادتر از ایست که باید می بود و باشه با تاریخ پیچیده که افغانستان داشته در کشتار دست داشتن. همه کابل خرابیش که صورت گرفت بعد از برآمدن قوای شوروی، بعد از آدم های کلان فعلی افغانستان در او شریک بودن. خب میشه خداوند یک رو در بره که کل کسایی که در این مسائل دست داشتن از مردم افغانستان عفو بخواین. بالاخره یک روز خب می آید بایست مسلمان که حسابگیری می آید خواد شد. خب امیر که در این دنیا شوه یک روز خوب میشه، چرا نه؟ حسابگیری و عدالت مهم است، صلح مهم است. چطور یکی به دیگر رابطه پیدا کنه، چه وقت از چی راه این کار صورت بگیره، یک چیزیست که در آینده افغانستان به فکر ما هست مانده هنوز. تشکر. یعنی میشه سر یک نفر انگشت ماند که
اما میشه سر تعداد زیاد است، یعنی ملا برادرهای زیادی در افغانستان هستند. خب که خب شما نتیجه گیری میکنین، خب یعنی تعبیر مسئولیت‌های شما هم است، تعبیر شما از حقیقت دور نیست. بسیار خوب، حالا فرصت رسیده به یک چند سوال بسیار محدود. اول شروع میکنیم از قطار اول. آقای علمی، مذاکراتی که صورت میگیره بین ایالات متحده آمریکا و بین طالبان، دو طرف دیگه که باز حکومت کابل است، اگر چی که حکومت خوب است یا خراب است، یا ما طرفدار حکومت هستیم یا نیستیم، در حکومت هستیم یا نیستیم، مشهور است یا نیست، یک طرف، ولی حکومت هست و طرف دیگه سیاسیون مخالف حکومت است، که یک نقطه مثبتی بود که در مسکو با هم دیگه دیدن. شوید طرف در مذاکرات شرکت نکرد. بنابراین اگر مذاکرات چهار جانبه نباشه، فکر نمیکنید که در چه تاریخ دوباره تکرار میشه؟ یک مثلا دوم، یک نگرانی است جناب دکتر صاحب، نگرانی وجود داره که مبادا شما یا ایالات متحده آمریکا با طالبان به یک نوع توافق برسن که در اونجا ایالات متحده آمریکا از جنگ دست بکشه و امتیاز پایگاه ها را، یک پایگاه یا شش پایگاه یا ده پایگاه را بگیره از طالبان و در مقابل سرنوشت افغانستان یا حکومت به دست نو واگذار کنه که هر چی که میخواهی بکن. شما به کار ما غرض نداشته باشید، ما به کار شما غرض نداشته باشید. تشکر. همین اول پاسخ بده. خب ما از اشتباهات گذشته که از طرف چی اتحاد شوروی و یا چی از طرف افغان ها در او وقت شد، ما مطالعه کردیم رو نزدیک. یک بحث کلان و دوامدار و پیچیده است این بحث. زیادتر اشتباهات از طرف کی شد ما رو مطالعه کردیم و نمیخواییم او تکرار شد و اشتباهات بخدا کردن افغان هم او دوره رو مطالعه کنن و از اشتباهاتی که شد یاد بگیرن که تکرار نشه. طالبان میگن که اولا مشکل امریکا و ما حل شوه، به گفته خودشان که امریکا کته میشینیم و ما رفتیم گفتیم اینه ما آمدیم چی میخواین از ما، کدام مشکل کته ما داریم، بگوین ما براتان جواب شبتم که ما چی موافقه کرده میتونیم چی را نمیتونیم. اما گپ ختم نمیشه با این گپ کته ما زدن یا کته امریکا زدن. این تنها دروازه را بره نشست صحبت های بین الافغانی و مباحثه بین افغان ها بشه، طبعا حکومت همچنان درو. یعنی ما متوجه این مسئله هستیم، حساب کردیم، طول و ترازوی موضوع را زیاد کردیم که خود ما سن ما قدر است که شاهد بازدی تراژدی ها بودیم و ازش یاد گرفتیم. تشکر. تفیر سیم جاوید فیصل قطار آخر. همین یک سوال، طالبه که تا جایی میبینیم هیچ گونه تغییر در وضعیتش در روی کردش نامده. 18 سال پیش هم میگفتن که به امریکایی ها میخواییم بشینیم صحبت کنیم و به حکومت نمیخواییم بشینیم. امروز هم میگن که امریکایی ها میشینیم و بالاخره شما مراشان میشینین صحبت میکنین. پس این یک برد برای ماست، برای افغان هاست، برای امریکا هاست یا برای طالب و پاکستان است که اینا بالاخره میشینن. بحث دومی که چقدر مطمئن هستن که پاکستان میخواد که در این بخش ما را کمک کنه، چون طالبی که سرش سرمایه گذاری شده 27 سال 28 سال و بالاخره به یک جایی رسیده که ثمر بگیره و پاکستان هیچ لیوریج دیگه نداره در این منطقه برای غرب و هم برای روسیه و چین و برای ما، چرا باید طالب از دست بده و به خاطر یک چیز بسیار ناچیز یک هنوز میتونن کنترلش کنن، چه تضمینی موجود است؟ تشکر. خب ما به این فکر هستم که طالب او طالب کلشان طالب نیست که 18 سال پیش بوده باشند. ممکن یک تعدادشان مثل امو 18 سال پیش باشه، اما یک تعدادشان از فرق کردن. حتی بعضی افغانهایی که با اونا دیدن، بگذارین امریکا را کنار، به این نتیجه رسیدن که بعضی تغییرات آمده. یک اشتباه یا غلط حسابی دیگه اعتراف مخواد باشه که آدم باید متوجهش باشه، که چی گپ شما رو آدم باید در توجه داشته باشه که بازی نخوره. اما باید اگر یک چانس آمده باشه او رو به اساس یک عقیده ای که هیچ تغییر نامده، در حال که اگر تغییر آمده باشه یک چانس از دست بده. باید با یک فکر کمی باز آدم در این باره فکر کنه که ببینیم که تغییر آمده یا نه، ببینیم که سر باز مسائل به موافقه میرسیم یا نه، چه قسم موافقه، باز چه قدم های عملی باید نظر گرفته شود که بازی آدم نخورده باشه. یعنی ما با چشم باز، نه ای که خود بازی بتیم چال خود با چال بزنیم امرایش بریم که تزوا بشینیم
یعنی اوت حساب نکنین که ما قدر ساده هستیم به اصطلاح که متوجه پیچیدگی اوضاع نیستیم. همچنان در باره پاکستان هم شما اما افغان ها نامخواه بلد هستند با نقطه نظر ما در باره رابطه گذشته پاکستان اما کم تغییر کرده دیدگاهتان برای از اینکه اوضاع ما کم فرق میبینم که پاکستان بعض قدمات مثبت گرفته برای از این کار با تقاضایی که ما ازشان داشتیم در قسمت از این موضوع باز قدم های گرفته باید ما اترام در اون قسمت هم نقطه نظر نداشته باشیم که هیچ تغییر نامده بله. تا جایی که خب بعضی تحلیلگرای ما اظهار میکنن مسئله صلح و مسئله انتخابات خود از این یک گره را به وجود آورده برای فعلا متاسفانه هم یک سیاسیون بیرون حکومت و سیاسیون داخل حکومت در ایجاد یک تیم مذاکره یا لست مذاکره خب اگر بحث طالبان و قطر یک طرف بانیم یک رقابت عجیب و غریب به وجود آمده مثلا حکومت شاید فکر کنه که اگر نقش اپوزیسیون سیاسیشان در پروسه صلح قوی تر باشه ممکن دست بالاتر در انتخابات باز به دست بیارن و همین قسم سیاسیون هم شاید فکر کنه که اگر حکومت تمام این نقشه بگیره این چه قسم شما تحلیل میکنین؟ این اولویت در این وقت چی باشه؟ کمی گره موجود و می رقابت ناسالمی که بین اپوزیسیون سیاسی و حکومت به وجود آمده تا حد حل شده پیش امریکا اولیت صلح داره که و ما همیشه از اول هم گفتیم که ما طرفدار عزیزیم که پیش از انتخابات اگر بتوانیم به یک نتیجه از دگاه صلح برسیم و این برای سر انتخابات هم تاثیرش مثبت می باشه اما چون اطمینان نداریم اما یک تاثیرش است که هر بار شما یه گپ میگین انتخابات یک دو سه ماه به عقب زده خب به گپای ما رب نداره این مسئله فیصله علایده است که چون اطمینان نداریم چون برادرام گفتم فرضی است چیزی که ما میگیم که این خواد شد یعنی سال پیش از انتخابات میگیم بر تیاری بر انتخابات هم در پهلوی از این کار گرفته شده چون ما در کنترلی که ازی که به نتیجه میرسیم در بس با صلح نیستیم طالب هم است عناصر دیگه هم دست دارن پس در حالی که ترجیح میدیم که اول مسئله صلح حل شود پیش از انتخابات اما چون اطمینان نداریم که حتمی شده میتونه آمادگی بر انتخابات هم باید گرفته شود بسیار خوب دکتر زمان خلیزاد تشکر یک میان برنامه کوتاه داریم دوباره برمیگردیم دکتر صاحب جمهوری اسلامی افغانستان میتونه یک نظام قابل قبول بر طالبان باشه؟ و خب مربوط به طالبان است چیزی که اونا گفتن و ما در اون مسئله داخل نشدیم در بحث‌های خود با طالبان ایست که باید تغییرات بیاید او که چی تغییرات مورد قبول همه صورت میگیره چون باید تر از این موافقه صورت بگیره بین افغان ها امریکا به خود اجازه نداده که درباره سیستم آینده افغانستان یا تغییرات در اصلاحات یا تغییرات یا ای که این تمام چیز به قسمی که فعلا است در سیستم دوام کنه داخل بحث نشده با طالبا چون اما شما ایره مسائل... میدانند که طالبا امارت اسلامی ایره میخواهند که پیاده ایره نگفتند برای ما که ما میخواهیم دوباره امارات بوجود بریم و اکثر دنیا به شمول امریکا طرفدار از این نیست که امارات پس بیاید گرچه مسئله سیستم آینده افغانستان مربوط افغان هاست طبعا اما نگاه نقطه او ما نمیخواهیم که به عقب بریم به قسمی که اوضاع 20 سال پیش بوده افغانستان او قابل قبول نیست او یک سیستمی بود که رابطه قوی بین مثلا طالبا و القاعده وجود داشت قابل قبول نیست امارات که در گذشته بود از خود اما ارزش ها داشت از خود طرز کار داشت از خود قدم های عملی گرفته شد کلی با چشم واز یا چشم نیمبسته دیدن دیگه او را قابل قبول نیست از نقطه نظر ما رفت دوباره رفتن به او اوضاع اما این مسئله زیادتر تعلق میگیره
سر همین مسئله صلح بین افغان ها که رهبریتش و حاکمیتش به دست خود افغان ها می باشه، که چطور جنگ داخلی که ریشای داخلی هم داره، میفهم که ریشای منطقوی هم داره جنگ افغانستان، این چطور حل شوه؟ بله. اختلافات ارزش ها هست. اگر پافشاری کنه طالبا که با اون سیستمی که در سابق داشتن به او پست کردن، این به فکر من نقطه نظر شخصی متی مانایش ادامه جنگ است نه صلح. و از او خاطر فکرم که چون اونا میگن که سیستمشان نقایص داشت، سیستم یک سیستم موفق نبود، حتما اونام در سایر اگر میخواین در کشور صلح بیاید باید گرفته باشند، از او تجربه یاد گرفته باشند. و از او خاطر ایره زیادتر ما ماندیم که در وقتی که افغان ها پلوی هم میشتن روی مسئله بحث بکنن و یک نتیجه که مورد جنگ ختم بته و مورد قبول باشه و کار بته به اون نتیجه برسن. اما چی میتون بدست آورد از جمع امارت اسلامی و جمهوری اسلامی؟ خب اسلامی خود در دوش است. بسیار خوب. سر اسلام موافقت کرده. خود سر امارت جمهوری. خود او اختلاف است حتما. بله. و حتما باید من خود یک شخصی هستم که فکر میکنم که اگر اراده باشه برای هر کار راه حل پیدا شده میتونه. چی است راه حل شما؟ اگر باشه و اراده باشه و فکر باز داشته باشن و بازی نباشه به اصطلاح. گوره ما در اینجا نمیخوایم بگویم برای زی که به جایی که فایده کنم ممکن مشکل از زیادتر به ساده ای اما قدر میگم که برای هر مشکل اگر رای حل هست، اگر اراده باشه خواهش باشه و اگر کمک ما در این مسئله کار بود بنبست آمد، ما حاضر هستیم کمک کنیم، ما همیشه برای کمک حاضر هستیم. بعضی ها میگن که یک نظام شبیه ایران که در رأسش یک شورای عالی باشه و یک حکومت منتخب. شما این تکمه را پچک کردین از خاطر که میخواین رابطه امریکا با ایران بسیار بد است، از این خاطر ایره یک تکمه را فشار دادین سر از اون. خواهش میکنم، ما میخواییم بدانیم یک گوشه از طرح که شما بسیار نزدیک به خود نگاه کردین. من فکر نکنم که سیستم ایران مطرح باشه. یعنی عقاید فرق داره، تاریخ فرق داره، سیستم ریشای ولایت فقیه در افغانستان ممکن باشه اما محدود باشه نظر به اینکه در ایران بود. یعنی جوانب مشترک هست بین ایران و افغانستان اما فرقهای تاریخی و این چیز منفی و مثبت نمیگم اما حقیقت است. سفیر سپهری این طرح شما میخوایم اگر امکانش باشه. من طرح این بار مسئله مسائل داخلی ندارم کدام طرح که نگه نه حکومت مگد من مشوره کسی بخواه نظری شخصی خودم میگه نه ما مشوره شما جورنالیست دین حق دارین هر سوال کنین اما من مجبور نیستم هر سوال شما را جواب بدم. و از خاطر اگر گفتم جواب نمی که مطرح هستن در بحث بینشان در مذاکره بینشان بنبست صورت گرفت از ما کمک بخواین و من نمیگم حتما از من کمک بخواین، از هر کسی که بتونه برایشان کمک کنه، چی از ملل متحد باشه چی از کشور دیگه باشه، اگر کمک شه به نفع دنیاست که جنگ افغانستان ختم شه و بعد هم حاضر باشن که کمک کنن. یعنی من پشت یک رول برای خود در این مسئله نیستم که این واضح باشه. آیا در این طرح شما بازم گفت من طرح نه این باره ندارم تکرار کده برین شما من گپ خود تکرار میکنم. آیا خطر مرگ دموکراسی در افغانستان است؟ دموکراسی بهترین سیستم است. ای هیچ شکی نداشته باشین که مشکلات خود داره اما نظر به سیستم های دیگر بهتر است. این نظریه شخصی ما است، عقیده امریکا است. چقدر خریدار داره در دوحه؟ ما در این مسئله صحبت نکردیم، گفتم که مسائل داخلی رو گذاشتیم بدگاه و میفهمم که نظریات دیگه هم هست در دنیا، تاریخ فرق داره اما اولیت ها و مفکورا و عقاید و یعنی نظری شخصی خودم گفتم براتون که ما میگیم که نظر به گذر سیستم ها دموکراسی بهتر است اما تا دموکراسی امریکا مشکلات خود داره و وقت گرفته که حل کنه و اگر
ما یک بحث کنیم سر دموکراسی افغانستان، بسیار مشکلات میبینیم در اینجا که وجود داره، اما به فکر من مهم است که افغان ها بین خود تو یک موقع میرسن که با داشت عقاید سیاسی مختلف و ارزش های مختلف در یک کشور در صلح و در رقابت سیاسی بدون جنگ زندگی کنند. اما حتما یک راه حل پیدا میشه، اگر امروز نیست سبا، اگر نیست سبا نیست، اما این استعداد امروز باید برای صلح نشان بتیم. باید اینجا من کمی نگران هستم که استعداد کم است. نه که استعداد هست، خب استفاده درست نمیشه. من در استعداد شک ندارم، سر از این که از او استعداد برای چی استفاده میشه. سفیر صاحب، در این افغانستان نو که شما گفتین، آیا برای مردم افغانستان، مشخصا برای زنان افغانستان که جمعشان در اینجا هم حضور دارن، میتونن اطمینان بتن که مجازات در استادیوم ورزشی قابل برگشت نیست؟ باید نباشه. برای شما خط سرخ است. هیچ دور از خیال است که تو یک چیز پس که یکی از افتخاراتی که من دارم در زندگیم ایست که در قانون اساسی افغانستان ساختنش یک رول محدود به حیث ممد داشتیم و یکی از مفکورهایی که شامل شد در او قانون اساسی شناختن حق خانما و اشتراکشان در موضوعات سیاسی به شمول پارلمان با حق 25% که داده شد، که من از او حتی استفاده کردم وقتی که عراق رفتم. میره نیفهم بعد هم ممکن نفهمن این گپ در قانون اساسی عراق هم شامل شد، که یعنی یک دستاورد کلان و مهمه افغان ها هست و ما طرف داره موجودیت خانم ها در تمام بحث ها و مباحثی که صورت میگیره برای آینده هستیم. نقطه نظر قوی امریکا بسیار هست درباره من مطمئن هستم سوال های در این رابطه هم وجود داره. اما پیش از او به عنوان یک دو سوال آخر میخوایم بپرسم که آیا فکر میکنین طالبا به فکر انتقال قدرت به اونا هستن یا به فکر شراکت قدرت در آینده افغانستان؟ اگر شراکت هست، این شراکت سهم طالب چقدر میتونه باشه؟ خب حدث من ایست که شراکت هست. ممکن بازشان بخواین که چیز انحصار بخواین، ممکن باز کسای دیگه هم هستن که در خیال پلاو میزنن که اگر روز اونا انحصار کرده بتانن در این طرف میگن قدر طرف اطراف بسیار زیاد است. اما حقیقتی است که غیر شراکت و رای دیگه نیست. و این که فیصدی یک شرکت که آدم میسازه که فیصدی چطور باشه، در این بحث و جنجال حتما می باشه که کی در کجا باشه. ای به دوره یک دوره انتقال بره اگر این کار صورت بگیره، اما بالاخره باید مردم فیصله کنن که کدام مفکوره، کدام پلان، کدام افراد با پلان، با مفکوره، با تیم میتونه بهتر خادم مردم افغانستان شوند. که و این کلتور یا کلچر ازی که با حکومت رفتن برای ازید که خدمت بله. از به یک دوره محدود است و بعد از او بعد تمام زندگی سیاست نیست، در حکومت بودن نیست، غیر از کسایی که مامورین دائمی هستند، سیویل سرونتس که میگن، که سیاسیون میاین و میرن. من خودم اینا 4 دفعه است که به حکومت آمدیم و فرق کرده کی رئیس جمهور است، از ما خواهش کرده که آمدیم دیگر رفتیم پشت کار زندگی خود. و بسیار وقتا خوشتر هستم در کارهای که خودم کردیم میکنم که تا اینکه بیایم به حکومت. اما تو شرایط باید در افغانستان خدا بخواه یک روز بیایه که مردم زندگی بسیار نرمال خود داشته باشن، برن و بیاین. نهی که ما به همیشه باید درست ما در چوکی باشیم. درست یک تقاضای سخت است اما قابل درک. چرا سخت است؟ باید درک است یک زندگی کلی داشته باشه. خود سیاست میشه افکار سیاسی آدم داشته باشه، میشه سرش تبصره کنه، اما میشه که مد چوکی باشه و خود او را یک چیز دیگه باید گفت. نمیفهم که یک لغت خوب خواهد باشه. فکر
فکر میکنم اشارتان برای جمهور است، اما نه نه نیست بای نه خواهش میکنم، نه هدف من نبودی رئیس جمهور یا هر کسی که در قدرت باشه. بسیار سفیر صاحب، آیا رسیدن به صلح از راه حکومت گذار موقت انتقالی هر چی که برش نام میمونیم حکومت صلح میگذره، آیا ایجاد همچون یک اداره برای مدت کوتاه حتمی است یا نیست؟ یکی از مفکوره است و باز ممکن فیصدی کم و بیش بدن. راه های مختلف وجود داره در شراکت در حکومت سیستم فیلی، حکومت انتقالی، یعنی نظریات مختلف از موافقه برای یک انتخابات. حتی باز ترجیح میدن یک راه را از راه دیگه. باز سیاسیون خود افغانستان اگر در مطبوعات نگوین در بحث های خصوصی که دارن ترجیح میتن یک راه از راه دیگه. داشتن نقاط نظر مختلف مشکل نیست داری، چرا نه؟ که اما سر چی موافقه میشه و نظر به تجربه و تاریخ که افغانستان داره کدامش بهتر کار میتن. اما شما که با تمام طرف ها به شمول طالبان در مذاکره و گفتگو هستن، طرح دامننت یا اصلی چیست؟ ما در گفت پیشتر رو عرض کردم که در این قسمت با طالبات بحث نکردیم و چون گفتیم که بحث باید بین افغان ها شوه و ما کوشش ما ایست که چطور در بر از این بحث باز کنیم و چیزی که طالبان میخواین که در باره قوای امریکا، چیزی که ما میخواییم در باره تروریسم اگر به موافقان برسیم گپ نهایی نمیشه تا این مسئله و مسئله آتش بست دائمی که ختم جنگ باشه است روش موافقه نشده باشه مسئله ختم نیست. آتش بست را پیش از ایجاد همچه حکومت، اگر حکومت صلح نام بانیم، خب نقطه نظر طالبایی است که گرچه من خوب است که از خودشانی را بپرسین، از چیزی که من گفتن ایست که در وقتی که بس بین افغان ها شروع شد یکی از مسائل اولی است که درش بارش بین خود بحث میکنن و هدفشان نیست که به یک نتیجه مثبت برسن. شما پیشتر در رابطه به ایران اشاره داشتین. وزیر خارجه ایران جواد ظریف هفته پیش در نیویورک گفت که راه را که شما و امریکا میرین راه صلح نیست. چطور میتونین برای ایران که یک همسایه بسیار بزرگ افغانستان است اطمینان بتن که راهی که شما میرین به صلح میانجامه؟ خب فکر من کلش نشنیدم، امی در چیزی که در اخبار گفت دیدم یک صحبت معقول به نظرم نرسید. او صحبت ممکن من کلش نشنیده باشم، به این که گفتن تنها بس با طالب ها کافی نیست برای حل از این مشکل و امریکا با طالب بس میکنن. خب اینا تنها جز کار ما را گفتن، قسمت کار ما را گفتن. خب ما میر موافق هستیم با این گپ که صحبت تنها با طالب رای حل نیست. و کی گفته که امریکا که ما تنها با طالب صحبت میکنیم؟ ما شما میبینین که هر دفعه که ما با طالب صحبت کردیم پیش از اون کابل آمدیم، غیر یک دفعه بعد از اون کابل میاییم، با اطراف مختلف در تماس هستیم، با حکومت، با دوستای سیاسی، رقیبای سیاسی، با کل کشورها غیر از ایران و یک کدام کشور دیگه در بحث و در تماس هستیم. یعنی من نفهمیدم که یعنی که این بحث تنها یک جنبه مطبوعاتی یا یک صحبتی بود که چون رابطه امریکا و ایران خوب نیست که یک چیزی به ضد امریکا گفته شد. اما این صحبت اگر من بازم میگم که اگر من درست فهمیده باشم صحبت آقای ظریفه که این صحبت مکمل از حقیقت چیز نمیکرد، برای اینکه ما یک قدم میفهمیم که بس با طالب تنها کافی نیست. طالب یک گروپ و گروپ مهم، اما یک گروپ است، حقایق دیگه، گروپ های دیگه و حکومت مشروع وجود داره. تشکر. یک چند پاسش دیگه میگیرم از خانم ها. ای بار خانم زهرا نادری، اول شما. آیا طالب میخواه وقتی که در افغانستان قدرت بگیره عراضی که تحت کنترلش است در اوج قدرت داشته باشه، یا در تمام 34 ولایت افغانستان مثلا وزارتخانه‌ای را باید داشته باشن؟ با کدام طریقه تانوز اینا آمدن تا که برای ما معلوم باشن
چرا که آمدن طالب در قدرت و میخواه جنگ یک طرف بانند، من فکر میکنم یا کار خیلی معقول است. اما آنچه که نگرانی اساسی هست که بر ما افغانا میرسه، در دور میز ما باید یکی دیگه خودم متقین بسازیم که مردم باکست. اما تا به حال برای شما بحثی که از نقطه قدرت طالبا با شما کردن چی است؟ تشکر وکیل سب. سفیر سب. ما بحث نکردیم در باری ازی؟ وزارتخانه تقسیم نشده. گرچه باز آت افسر کردن که وقت ما حکومت عبوری ساختیم و وزارتخانه را تقسیم کردیم، اما از حقیقت دور است. هیچ ما همی دروازه هنوز داخل نشدیم. اونا برتان بگیم علاقه دارند سر در باید این موضوع همراه ما صحبت کنن، اما ما گفتیم که بس جایش وقت صحبت بین افغانها است و ما هیچ چیز غیر از این که در شراکت مسئلهش که همه باید همه شمول باشه که ایره میگن، چیز ای که دقیق همه شمول چی معنا داره ایره در او بس ما شامل نشدیم. اما خودشان وقتی که صحبت به ما کردن در عمومیات که گفتن میگن که باید یک حکومت همه شمول باشه و این میگن تجربه که از دوره ناقص خود داشتن در اینجا بودن ایره یاد گرفتن. و اما من از شما پت نمی کنم که ما در این مسئله بحث نکردیم زیادتر از این چیزی که من عرض کردم خدمتتان. تشکر. آیا در پروسه در جرگه مشورتی صلح شما معلومات دارین که نماینده طالبا اشتراک بکنه، به خاطر که دفتر دولت افغانستان خواستن که باید نماینده طالبان اشتراک بکنن؟ یک موضوع. موضوع دوم، تا هنوز علت چی است که شما نتونستین نماینده افغانستان، دولت برحال و دولت که از آدرس مردم افغانستان آمده، با طالبا بشینه و در جرگه ها مشوره و نظریات خود بده؟ موضوع سوم، اما موضوعاتی را که طالبا گفتن ما میفهمیم که از طرف دولت افغانستان تا حد قبول شده، مثل که در مسکو بود، مثل که در دوحه بود، در اینجا و طرح و پیشنهادشان معلوم. اما اونا آیا میاین سلاح و مهمات و تجهیزات خود وقتی که آمدن تسلیم میکنن؟ آیا از قانون اساسی افغانستان پیروی میکنن؟ آیا حقوق مردم افغانستان طبق قانون اساسی افغانستان در نظر میگیرن؟ آیا دستاوردهای 18 ساله شما را که طویلترین جنگ برای شما در افغانستان بود ایرا حفظ میکنین شما و این دستاورد برای ابد در جهان برای خود باقی میمانین و یا خیر؟ تشکر. شما هم هست. بله، دستاورد مردم افغانستان هم هست. تشکر. بله. تشکر از شما، لطف کردین. درباره اینکه آیا طالبا در لوی جرگه اشتراک خواهد کردن یا نه، من معلومات ندارم. فکر میکنم نمیکنن، چون گفتن از نگاه عمومی خود امیر گفتن اگر از مناطقی که در نفوذشان از کسی بیاید، من اطلاعی ندارم در اون قسمت. در این که چرا نتانستیم تا هنوز طالب حکومت با هم بشینن، طالبا را خود نقطه نظرشان ای بوده که اول باید مسئله امریکا، دو مسئله صلح، دو مسئله یکی تروریسم و یکی قوا را مسئله شل شو باید میشینن که تی حکومت و دگرها. ما مخالف نظر از یا هستیم در این. ما میخواییم هرچی زودتر این کار صورت بگیره. یک کم پیشرفت صورت گرفت، اول در نشست ماسکو، باز نشست دوحه، به شکل که تا اندازه پیشرفت صورت گرفت اما نهایی نشد. باز قدم های گرفته شد که با حتی مسئولین حکومت به نمایندگی از حکومت، به نمایندگی از خودشان به حیث افراد گفتن حاضر هستیم بشینیم. اما بالاخره باید کار صورت بگیره. چوا؟ هر چی زودتر بهتر از نقطه نظر ما. برازی که در غیر از او صلح شده آمده نمیتانه. هر چیز دیگه که بین ما موافقه شوه نتیجه صلح نمی باشه و موافقی نهایی نمیشه تا کمی کار صورت بگیره. در باره سوال آخرتان، نقطه نظر ما روشن است در این باره که ما چه قسم میخواییم موافقه چی صفت هایی را داشته باشه. اما در حقیقت باید خود افغان ها وقتی که شیشتن با یک دیگه در مقایسه باید به یک موافقه برسن در این باره. یک سوال از جوان ها میگیریم، قطار سوم شما. در سال 2001 که جلسه بون برگزار شد، چرا در همون وقت
طالبان در با چی یک جای نشدن با دین نشست حاضر نشدن و سوال دومی است که کدام کشور یا کدام شخص یا کدام جنا زیادتر پروسه صلح را تخریب میکنه و یا کدام کشور و کدام شخص زیادتر طرفدار صلح در افغانستان است؟ سوال بسیار مهم. دشمن ما کیست و چی وقت و چرا این کار 18 سال پیش نکرده؟ خب یک بحث است که علمی است. خدا کنم با جوانای مثل شما سر از در آینده تجسس کنند، کتابای نوشته شده و نقاط نظر مختلف از آقای ابراهیمی که یک رول کلان داشت در اون وقت در بن، اونا گفتن که یک اشتباه بود که طالبا اشتراک نبودن در اوجه. تا جایی که من بیاد دارم و مام یک رول کوچک در اوجه داشتم در اون وقت این بود که هنوز جنگ ختم نشده بود وقتی که بن صورت گرفت و طالبا هنوز هم خود حکومت مشروع می دانستن و غیر از اینکه اگه بن به تعویق مفتید ممکن قبول نمی کردن. قصه ایرام هست که ابراهیمی صاحب از حکومت قطر خواست در وقت که اگه مجلس به جای بن در قطر صورت بگیره در قدم اول و امیر به گفته آقای ابراهیمی که امیر قطر برش گفت که آه خوش می آین ما کل مسائل قبول میکنیم مصرفه به شرط که طالبان بیاید. باز ابراهیمی صاحب گفت که اگر شما ورده به تا نشانم که ما خب ما نیستن وقتی که ما تماس گرفتیم. خب این دلایل بود. باز ممکن اشتباهات شده باشه بعد از جنگام قصای هست که طالب ممکن به آقای کرزی کدام بیعت نامه داده باشن که اون کاغذش هنوز هم معلوم نیست که کجا هست اون کاغذ. یعنی گپای هست که یک تاریخ دانا باید بالاخره نشته کنن سر از اینکه چی شد چی وقت چی شده میتانست. اما حال مسئله فکر روی از اینیست حال مسئله فکر دارید که چی شوه دار حقایق که ما فعلا در نظر داریم و کوشش های ما ای است که کل را قانع کنیم که طرفدار از این کار شد. شما یک سوال سخت از مکدین که کدام کشور ممکن طرفدار است؟ امریکا طرفدار اول است در خواستن آمدن صلح. این را شما میگید؟ میرم من میگم. چرا از من سوال کردند و متواقعش نمیخوایم سرش تفسره کنم خصوصا سر افراد در افغانستان. کاش که بتانم سرش تفسره کنم اما خوب نخواد بود که ما زیاد در این باره بگویم. به نفع مشکل حل مشکل نیست تفسیر ما فعلا سر از این موضوع. ببخشید سفیر صاحب، متاسفانه فرصت کم است و وقت ما هم پوره است. به عنوان آخرین پرسش جان، کابل هفته گذشته شاهد درگیری چند ساعته بود. در اینجا یکی از دوستای که من میشناسم خانمش را از دست داد وقتی که رفته بود برای کودکایش یک نامه بفرسته از افغان پست و این حمله را مسئولیتش داعش گرفت و شهر کابل یک شهر 5 میلیونی برای چندین ساعت فلج بود. صلح شما با طالب یا معامله شما با طالب آیا واقعا به معنای صلح هست؟ آیا واقعا کشتار در افغانستان ختم خواهد شد؟ خب ما همه میخواهیم چی افغانایی که در افغانستان زندگی میکنن چی کسایی که به افغانستان نظر مثبت دارن صلح‌خواه هستن احساسات انسانی دارن که مردم افغانستان در 40 سال است که در جنگ زندگی کردن وقت زیر رسیده که حق دارن مثل مردم همه جای در افغانستان هم صلح بیاید. فکر کنم موافقه با طالب خشونت در افغانستان به کلی ختم نخواهد داد. امکان داره چانس زیاد است که اگر ما در آینده نزدیک با طالب به یک موافقه برسیم، مقصد نه تنها آمریکاست بلکه افغان ها هم، که داعش هنوز هم فعال باشه، عملات تروریستی از اونا هنوز هم صورت بگیره. اما برای اینکه او مشکل دوام خواهد کرد مانایش بایدی نباشه که مشکلی که کلانتر است مشکل طالب و افغانستان ای را حل نکنیم. این یک قدم بسیار مثبت
موافقه بین افغانستان و طالبا یک قدم بسیار مثبت برای آوردن صلح کلی خواهد بود. صلح نسبی خواهد بود اگر تنها طالب با طالب وقتی که موافقه میشه، اما یک صلح نسبی کلان و یک قدم بزرگ رفتن به طرف صلح خواهد بود. و از او خاطر ما طرفدار رسیدن به یک صلح، یک پیمان صلح که مورد قبول افغان ها باشه هستم، به نمایندگی از امریکا و نه تنها شخصی را میگم بلکه به نمایندگی از امریکا، با اوتو یک موافقت، با اوتو یک قرارداد، با اوتو یک نتیجه افغانستان در موقف قوی تر قرار میگیره برای مقابله با مشکلاتی که هنوز هم در نگاه امنیت دوام خواهد داشت. مشکل داعش مثلا، اگر طالب و حکومت در جنگ نباشن و اینا هم دست کار کنند، یک موقف قوی تر قرار خواهد داشتن برای کنترل اوضاع، برای کنترل اوضاع امنیتی در افغانستان. بسیار خوب، با امید روزی که هم به صلح برسیم و هم ارزش های ما حفظ شود و شما هم در این راستا کار میکنین. افغان ها حق دارن که مثل همه مردم در صلح و در فضای که اولادا بتانن مستعدادی که دارن به او برسن، در یک فضای آزاد، در یک فضایی که در او پیشرفت و انکشاف صورت گرفته بتانه، و ای استعدادهایی که من میبینم هر روز با افغانهایی که در تماس هستم با شما که میتانه افغانستان مثل که بوده در گذشته این منطقه، یک کشور، یک جای که هم افغان ها به افتخار کرده بتانن و به دنیا هم یک عنصر مثبت و مهم باشه، ای استعداد میبینم و همه میتونن که سر ما حساب بکنن که در این قسمت برآوردن صلح تمام استعدادی که دارم استفاده بکنم. و میخوایم با همه خاطر جمعی بتونم که امریکا در دست آوردن این هدف جدی هست و این مهمترین هدفش فعلا در افغانستان است. از شما تشکر میکنم که ما دعوت کردین. تشکر. از همه جوانایی که شدن در همه قطارها تشکر میکنم که لطف کردن، که آمدن، حوصله کردن. سلامت زنده باشین شما. برای صلح دائمی در افغانستان دعا میکنیم. کل ما شما حتما در این شک نیست. سلامت باشین شما. تشکر. زنده باشین. دکتر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، تشکر از حضورتان. تشکر از شما. سلامت باشین. خدا همراهتان.